امید معماریان روزنامه نگار از نیویورک با ما همراه هستند. آقای معماریان بسیار خوش آمدید. صحبت‌های آقای بایدن رو شنیدید در مقر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محورهای مختلفی داشت، به ایران اشاره کرد. قبل از اینکه به موضوع ایران بپردازیم، نظر شما در خورد صحبت‌های خود آقای بایدن به طور کلی چیه؟ آیا انتظاراتی که از این سخنرانی میرفت با توجه به چالش‌هایی که جهان امروز باش مواجه هست برآورده کرد؟ به نظر من در شرایط بسیار دشواری آقای بایدن سخنرانی کرد، به خاطر اینکه مثلا آقای بایدن که از محورهای سخنرانیشون بودش که در جهان ما با چالش‌های بسیار زیادی مواجه هستیم و ما رهبری خواهیم کرد در خصوص معضلات جهانی و منطقه‌ای و اینها، ولی این کار رو با همراهی کشورهای دیگه خواهیم کرد و از ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی استفاده خواهیم کرد که بتونیم برای معضلات فارغ بیاییم. در این حالی که ایشون این حرفو زدن، هم اکنون مثلا آمریکا به خاطر پیمان دفاعی که با استرالیا بسته ماجرای خرید زیردریایی ها با فرانسه در یکی از متحدان اصلی خودش در واقع در یک جدال هست و یک شکاف بسیار عمیقی بین دو کشور افتاده. یعنی در واقع اون چیزی که خودشون گفتن در واقع نقشیده، در خصوص مثلا موضوع جنگ سرد که گفتن که مثلا یکی از مسائلی بودش که دبیرکل سازمان ملل بهش اشاره کرده بود که از کشورها خواسته بود که وارد جنگ سرد جدیدی نشن، که اشارهشون به چین و آمریکا بود. ایشون به این مسئله اشاره کردن، ولی مجموعه اقداماتی که و گفتن که نمیخوان، آقای بایدن گفتن که نمیخوان که وارد همچین فرآیندی بشن، ولی در مجموعه اتفاقاتی در آسیا میفته در بین آمریکا و چین نشون دهنده شروع یک جنگ سرد هست بین آمریکا و چین. بنابراین میخوام بگم که یا مثلا در مورد تروریسم صحبت کردن و مبارزه با تروریسم و به هر حال استفاده کردن از پیمانهای از متحدان خودشون برای مبارزه با تروریسم و اینکه جلوگیری بکنن از شکل‌گیری حسای تروریستی اینها. بعد میبینیم در افغانستان مثلا اتفاقی که افتاد به هر حال چه تباهی داشت و یا اون حمله پهپادی اشتباهی که اتفاق افتاد و درش غیر نظامی ها کشی شدن، این مسئله هم هست. حالا شما وقتی این مسئله برای هم میزنید، صحبت های آقای بایدن از شرایطی مطرح شد که خیلی حرفای قشنگ و به قول معروف به قول خودشون برو 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 درش زیاد بودش، خیلی امیدوار کننده بود، ولی واقعیت هایی که میتونستیم به خیلی از صحبت هایشون ما زمینه بکنیم، اون واقعیت ها برخلاف اون چیزی بود که آقای بایدن مطرح کرد. اجازه بدین بپردازیم به موضوع ایران. آقای بایدن به موضوع ایران اشاره کرد، هرچند خیلی کوتاه گفت که آمریکا متعهد است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، همزمان از دیپلماسی هم صحبت کرد. ارزیابی شما در مورد این بخش از صحبت‌های آقای بایدن چیست؟ اینم سوال خیلی خوبی است، بخاطر اینکه یکی از موضوعات متناقضی که در حال در صحبت آقای بایدن بود و به نظر من خیلی فرق می‌کرد با سخنان رئیس جمهورهای پیشین آمریکا، حتی آقای ترامپ، آقای اوباما، که خیلی دقیق‌تر و غیر کلی‌تر صحبت می‌کردن و وارد جزئیات بیشتری می‌شدن در سخنرانی سازمان ملل خودشون. آقای بایدن خیلی سربسته بود، در مورد بسیاری از مواردی که مطرح کرد خیلی کلی صحبت کرد. در مورد ایران هم این مسئله که ایران خب نمی‌ذارن به سلاح اتمی دست پیدا کنه، این مسئله است که همه گفتن، نه تنها در مورد ایران، در مورد کشور دیگه هم اجازه نمی‌دن که هیچ کشور به سلاح اتمی دست پیدا کنه، ولی راه و مسیر مشخص نگفتن و هیچ اشاره‌ای نکردن به مثلا جایی که در مذاکرات هستن و یا انتخابات در ایران، تاثیر انتخابات در ایران و اینکه حالا مذاکرات به کدوم سمت خواهد رفت، یا مثلا بخوان که هیچ چیزی بگن که به هر حال دقیق‌تر بگه که موضوع آمریکا در این زمینه چی هست. و چیزی که گفتن در خصوص اینکه آمریکا آماده هستش که به طور کامل برگرده به تعهدات برجامی خودش اگر ایران حاضر باشه که برگرده به تعهد برجامی خودش، اینا به نظر من ما باش یه فاصله زیادی داریم، به خاطر اینکه از زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شدن، ایران هم شروع کرده به ایران هم همزمان، یعنی بعد از یه مدتی از برجام خارج شده، بعد از تعهدات برجامی خودش فاصله گرفته، بران در نقطه‌ای هستش که خیلی فاصله داره با اون چیزی که در برجام گنجانده شده و برجام به پیشرفت‌های هسته‌ای کرده که کاملا با در واقع اون چیزی که در سال 2015 بهش اشاره شده بود کاملا فاصله. برای این اون حرفی که در مورد مذاکرات با ایران زد به نظر خیلی کلی می اومد و خیلی شعاری بود و هیچ چشم‌اندازی رو پیش رو در واقع آشکار نمی‌کرد. های معماریان اجازه بدین اشاره هم داشته باشیم به حضور سران کشورها در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد. خوب میدونیم نماینده بیش از 100 کشور حضور دارند، اما شماری از کشورهای هستند که به دلیل پاندمی حضور ندارند و امسال هم مثل پارسال با محدودیت هایی این نشست برگزار شد. اما موضوع آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران هست که به هر حال حضورش در یک مجمع جهانی با اما و اگرهای بسیار همراه بود. آیا شما فکر میکنید که دلیل حضور پیدا نکردن آقای رئیسی فقط موضوع پاندمیک بوده؟
از نظر من قطعا اینطوری نیست. یعنی آقای رئیسی مسئله در واقع ویروس کرونا یک بهانه‌ای هست برای حضور پیدا نکردن ایشون. به هر حال آقای رئیسی همونطور که شما می‌دونید در اشاره کردین در برنامه گذشته خودتون، بیش از 400 از دانشگاهیان ایرانی آمریکایی‌ها نامه نوشتن و خواستار پیگرد آقای رئیسی شدن و اینکه آقای بایدن یا هیئت آمریکایی با اونها برخورد متفاوتی داشته باشن، با اونها به عنوان یک تبهکار باشن برخورد می‌کنن. ببین آقای رئیسی می‌دونستن اگر که وارد نیویورک می‌شدن همزمان باهاش تجمعات مختلفی در مقر سازمان ملل برگزار می‌شد، در نزدیکی هتلشون صبح تا شب تجمعات برقرار می‌شد و موضوع آقای رئیسی، موضوع ادامه 67، موضوع تبهکار بودن یک دولتی که به هر حال بسیاری از افرادش هم اکنون در لیست تحریم‌های اروپا، آمریکا، سازمان ملل هستن، اینو مطرح می‌شه. بنابراین خزینه سیاسی آقای رئیسی در نیویورک بسیار برای دولت ایران سنگین می‌شد. آقای دولت‌های قبلی مثلا در آمریکا می‌اومدن در هنگام مجمع عمومی سازمان ملل و در این موقع مثلا جلسات مطبوعاتی برگزار می‌کردن، به اندیشکده‌های مختلف می‌رفتن، با خبرنگارای با شبکه‌های مختلف صحبت می‌شستن. آقای رئیسی از این موقع برخوردار نیست، به خاطر اینکه نه خودشون و نه کسانی بسیار کسانی که ایشون رو به هر طور دولت همراهی می‌کنن چنین وجهی ندارن و بلکه با سوالات بسیار زیادی مواجه هستن. تصورش بکنید که آقای سی ان ان، آقای رئیسی جلوی خبرنگار سی ان ان یا شبکه‌های دیگه بشینن و اونها در یک فضای آزاد ازشون در خصوص کشتار 67 بپرسن، در خصوص عملکردشون در قوه قضاییه و کشتار مثلا 96 97 98 بپرسن، در خصوص توماج صالحی بپرسن، در مورد زندانیان سیاسی بپرسن، در مورد دو ملیتی‌ها بپرسن، شهروندان دو ملیتی که در واقع در زندان هستن و واقعا گروگان حکومت ایران هستن. شما تصورش بکنید آقای رئیس قرار هست که به صورت مجازی در این نشست سخنرانی داشته باشه، شما فکر میکنید به چه موضوعاتی بپردازه ایشون؟ در حال وقتی که شما به صورت مجازی شرکت میکنین، این فرصت رو دارین که فقط در همون 15 دقیقه 20 دقیقه که وقت دارین صحبت بکنین و محورهایی که به حال مورد علاقتون هستش اونجا مطرح بکنین و این بازخورد و فیدبک اون چنانی که شما یعنی نسبت به زمانی که حضور دارین نخواهد داشت. بنابراین در طی سالهای گذشته دیدیم که معمولا این سخنرانی‌های مقامات ایرانی چه در دولت‌های اصلاح طلب چه در دولت اصولگرا سخنرانی کلی و شعاری بوده و معمولا مخاطبش به جای اینکه کشورهای سازمان ملل باشن، مخاطبات کسانی که در نیویورک نشسته باشن، معمولا مخاطبش یک نفر در تهران هست و اون رهبر جمهوری اسلامی ایران هست. بنابراین انتظار زیادی از چنین سخنرانی نمیشه داشت، به خاطر اینکه این روال همیشگی بوده که معمولا رئیس جمهورها به جای اینکه از این فرصت استفاده کنن برای ترمیم زخم‌های منطقه‌ای، برای مشکلات سلطه در مورد مشکلات جهانی و اینکه صحبت کنن که ایران چطوری میتونه در حل مسائل منطقه‌ای و جهانی مشارکت داشته باشه، معمولا میان که یک نفر راضی بکنن، اونم رهبر جمهوری اسلامی ایران هست. بنابراین از نظر کارکردی بسیار ضعیف و غیر کارآمد است. سپاسگزارم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک با ما.